مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستن. بسیار خوش آمدین آقای نخل احمدی. چه شرایطی در سیستان و بلوچستان باعث شده که یک روحانی مثل مولوی نقشبندی صحبت از مقاومت مشروع در مقابل جمهوری اسلامی بکنه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ابتدا اجازه میخوام، چون ما در واقع همین چندی پیش، یعنی دیروز، خبر اقدام سپاه پاسداران در رابطه با ترور آقای مولوی عبدالحمید منتشر شد، عرض بکنم که آقای مولوی عبدالغفار نقشبندی و پدرشون هم یکی از کسانی هستن که صدمات بسیار زیادی از توطئه‌های جمهوری اسلامی بردن. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شخصی رو در سیستان بلوچستان ترور کرد، ایشون و پدرشون چند نفر دیگر رو سال مدت‌ها در زندان نگهداری کردن، شکنجه کردن و نهایتاً مشخص شد که این ترور کار خود سپاه پاسداران بوده. آقای مولوی نقشبندی قبل از این هم گفتن که ما مولوی ها و علما سالها شما مردم رو به شرکت در انتخابات فراخواندیم و از شما خواستیم که به مدنی ترین شکل ممکن مطالبات خودتون رو از این نظام خواستار بشوید، اما این سکوتی که ما شما رو دعوت کردیم نتیجهش این شده است که امروز ما برای قطره آب و تکه اینان محتاج هستیم برای درس خواندن و آموزش، برای درمانگاه و بیمارستان و حداقل حقوق خودمون محتاج هستیم. ایشون در این ویدئویی که منتشر شده صحبت از این کردن که ستایش کردن از مردم زاهدان که با تمام فشارها و برحال صدماتی که از طرف رژیم جمهوری اسلامی دیدن همچنان در خیابان هستند و از همه مردم بلوچ در تمام شهرها خواستند که هر جمعه بعد از نماز جمعه به خیابان بیان و صدای در واقع مظلومیت و مطالبه گری خودشون رو در رابطه یا در مقابل نظام فاسد و حاکم ظالم بلند بکنن. همچنین ایشون خواستن از مردم که هر به قول ایشون ملا یا ریسفیدی که از اونها خواستن که سکوت بکنن یا گفتن که در شرایط کنونی صلاح نیست یا مصلحت نیست و شما رو به سکوت فراخواندن، مطمئن باشین اون ملا یا ریسفید در خط خامنه‌ای هست و حرف ایشون رو قبول نکنید. آقای نخل احمدی، هر چقدر حکومت فشار و تهدید رو بر چهره‌های شناخته شده اعتراضات در سیستان و بلوچستان بیشتر می‌کنه، به نظر میاد که مواضع اونها هم تندتر و منتقدانه‌تر میشه. بله، خب طبیعتاً همین هست. ببینین، آنچه که به حال در طول چند وقت گذشته، یعنی در چند دهه گذشته بر مردم ایران گذشته است، شاید مثالی هست بر آنچه که یا در واقع اون ظلم و در واقع بی‌هویتی این نظام جمهوری اسلامی. هر چقدر مردم خواستن به مدنی ترین شکل ممکن مطالبات خودشون رو مطرح بکنن و شرایط رو ایجاد بکنن که تغییراتی به نفع به حال آینده‌ای که خود مردم میخواهن رقم بخورد، این نظام و علی خامنه‌ای برخلاف خواست مردم بیشتر جلو آمد، حقوق مردم رو بیشتر ضایع کرد و به قدرت طلبی و تجمیع قدرت برای بیت علی خامنه‌ای بیشتر در واقع پرداخت. در سیستان بلوچستان هم داستان بر همین هست. آقای مولوی نقشبندی هم میگوید که هرچه ما سکوت کردیم و راه‌های مسالمت‌آمیز رو در پیش گرفتیم، نهایتاً ما رو در حقارت و در محرومیت بیشتری قرار دادند. آقای مولوی عبدالحمید یک ماه و یک هفته بعد از جمعه خونین زاهدان عنوان کردند که ما دیگر از آن مسیرها یا راه‌هایی که قبلاً آزموده‌ایم نخواهیم رفت و امروز باید مسیر و چاره دیگری رو در واقع در پیش بگیریم. این چاره هم همین اعتراضات خیابانی هست، این چاره هم در واقع همین مطالبه گری از طریق اعتراضات، اعتصاباتی هست که می‌بینیم در سیستان و بلوچستان و در البته در کل ایران کم و بیش همچنان ادامه دارد. به خاطر همین هم هست که سکوت مردم در سیستان و بلوچستان، در شهرهای دیگر به جز زاهدان، باعث شده است که جمهوری اسلامی آنقدر وقیح بشود که دست به اقدام یا در واقع کاری مثل ترور مولوی عبدالحمید بزند و ادامه این سکوت به قول آقای مولوی نقشبندی شرایط ایجاد میکند که تک تک مردم بلوچ را در خیابانها به بهانه در واقع مخالف بودن یا سوخبر بودن یا اعدام میکنند یا به گلوله خواهند.